کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی، شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. به نام خداوند جان و خرد، به نام دارنده جان و خرد که همون انسان است، که از او برتر اندیشه بر نگذرد. این دومین برنامه ما پیرامون شاهنامه است و نگاهی دوباره به هستی شناسی و اسطوره شناسی در شاهنامه و پیام ها و آموزه هایی که برای امروز ایران دارد. درسته که اینها اسطوره هستند، داستان هستند، برخی جاها افسانه هستند، اما به راستی که حاوی تجربه ها و آموزه های بسیار گرانبهایی هستند برای امروز ایران. ما در همین برنامه‌ای که امروز داریم درباره سرنوشت بزرگترین پادشاه پیشدادی ایران جمشید، بنیانگذار نوروز و آفریننده صنعت و کشاورزی و بافندگی و تقسیمات کشوری، خواهیم دید که چگونه شد که ضحاک یک مرد عرب بر او حاکم شد. در طول داستان و برنامه ما خواهش میکنم توجه داشته باشید به شباهت شگفت‌انگیزی که بین سرنوشت جمشید و ضحاک از یک سو و شاه آخرین پادشاه پهلوی و خمینی از یک سوی دیگر. به راستی انگار که اسطوره ها یک بار دیگر، این بار در واقعیتی نزدیک به ما حیات پیدا کردند. چرا؟ برای اینکه ما داستان ضحاک و جمشید را شاید کم میشناسیم و یا اگرم میشناسیم فکر کردیم اینها افسانه و داستان است و از اونها نیاموختیم، تجارب گذشتگان رو جدی نگرفتیم و دست به دوباره کاری زدیم و ضحاک را با دستان خودمون آوردیم و کشور به این حالتی رسید که همکنون میدانید. ما گفتیم که پس از اینکه جمشید تمامی کارهای مثبت رو انجام داد و امپراتوری بزرگ خودش رو در عرصه فرهنگ و سیاست و قلمرو جغرافیایی گسترش داد، از خود بیگانه شد، بر خود قره شد و فریاد زد که تمامی هستی مرکزش من هستم، یعنی من همان خدا هستم، و به همین خاطر فره ایزدی از او گریخت و از او دور شد. و در اسطوره های ایران هرگاه که فره پادشاهی و فره ایزدی از یک پادشاه برداشته شود، دیگه او هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه، باید استعفا بده و حتی گفته میشود که کشتنش هم اشکالی ندارد. پس از اینکه جمشید چون این کارهایی رو کرد، مردم، سپاهیان و سران کشور از او روی برگرداندند. از آن پس برآمد از ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سپه گشت سیاه، گشت رخشنده روز سفید، گسستند پیوند با جمشید. بر او تیره شد فره ایزدی، به کژی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامداری زهر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. رژه همافران و تسلیم سران ارتش پادشاهی پهلوی رو بیاد بیارید، دقیقا همون صحنه است. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از هول شاه اژدها پیکر است.
سواران ایران همه شاهجوی نهادند یکسر به ضحاک روی. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. و بعد یاریش میکنن این ضحاک عرب رو میارن و جمشید تاج و تختش رو به ناگزیر به او میسپارد، میگریزد تا 40 سال پنهان میماند. بعد ضحاک او رو پیدا میکنه، دستگیرش میکنه، به اره با اره مرو را بدونیم کرد، جهان را از او پاک و بی بیم کرد. خب مهمانان امروز این برنامه به ترتیبی که با شما سخن خواهند گفت، آقایان محمود میرزایی هستند که بخشهایی از شاهنامه رو هم برای ما اجرا می کنند. سپاسگزارم از حضور ایشون. و بعد جناب مردو آناهید و دوستان ارجمند دیگرم، آقایان اربابی و اسماعیل وفا یغمایی. من از آقای میرزایی خواهش میکنم که تکه‌ای از شاهنامه رو اجرا کنند که ما انرژی بگیریم و این برنامه رو که احتمالاً 1 ساعت و 20 دقیقه طول خواهد کشید با هم پیش ببریم. یکایک که شما خوش آمدید آقای میرزایی گرامی، میکروفونتون رو باز کنید، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. درود به همه هممیهنان و پارسی زبانان در هر جای جهان که هستند و اکنون ما رو میبینند و میشنوند. شاهنامه خانی، هر کس که شاهنامه بخواند خود نیرو میگیرد، نیازی به خانش من نیست. اما خب در این برنامه در کنار فرهیختگان دانایی در این راسته، از من هم بخت این رو دارم که باشم و به گونه گون بخشی از اینها رو همخوانی کنم، گرچه بسیار دشوار است 60,000 راسته سرود شده رو به این زیبایی که آدم شیفتش میشه وقتی آغاز میکنه نمیتونه کنار بگذاره. گرچه آقای مانی رفتن تون تون جلو و رسیدن به آوردن ضحاک، اما از آنجایی که شادی و جشن، سرور، جشن، شادی از پایه‌های استوار فرهنگ ایرانی بوده است و بازمانده های بسیاری داریم در این راه، و آنچه که آخوند برای ما آورده همه زاری و سوگواری، افسردگی است و به این گونه میتونه بر ما چیره بشه که من هر آنچه که هر جا میکوشم انجام بدم تکیه بر شادی کردن و هممیهنان میگم با همه سختی که گرفتار چستیم تا میتوانیم به هم مهر بورزیم و با مهر به شادی برخیزیم. بنابراین کمی بر میگردم که نوروز رو جمشید پای گذاشت و از اونجا چند راسته ای رو میخونم. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. چنین سال 300 همی رفت کار، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. ز رنج و ز بدشان نبود آگهی، میان بست دیوان بسا ندیدند مرگ اندر آن روزگار. ز رنج و ز بدشان نبود آگهی، میان بست دیوان بسان رهی. به فرمان مردم نهاد دو گوش، زرامش جهان پر ز آبای نوش. جهان سر به سر گشت او را رهی، نشست جهاندار با فرهی. یکایک به تخت مهی بنگرید،
بگیتی جز از خیش را ندید. منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. چنین گفت با سال خوردم با سال خورده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، که من نام بر تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان گیتی کجا خواستم. خور و خواب آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. که گوید که جز من کسی پادشاست؟ چرا کس نیارست گفتن همه؟ که گوید که جز من بزرگی و دیهیم شاهی مراست؟ که گوید که جز من کسی پادشاست؟ همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نچون. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. منی چون به پیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. که گفت آن سخنگوی با فر و هوش، چو خسرو شبی بندگی را بکوش. یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلش اندر آید ز هر سو هراس. به جمع فراوان گونگش روز، همی کاست آن فر گیتی فرو. درود بر شما آقای میرزایی گرامی. این یزدانی که شما الان از ابیات شاهنامه خوندید رو، اگر ما یک لحظه تصور کنیم که سرپیچی از یزدان، سرپیچی از همون وجدان عمومی جامعه است، سرپیچی از مردم است، پشت کردن به مردم است، اون وقت واقعیت این اسطوره رو در تاریخ امروز ایران راحت‌تر میتونیم ببینیم. من گفتم که ضحاک که به داستانش امروز خواهیم پرداخت، جمشید رو، پادشاه رو، پس از اینکه فرار کرده بود و پنهان شده بود، دستگیر کرد و بدونیم کرد و خود شهریار ایران شد، مانند همین خمینی گجستک. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، ز نیکی نبردی سخن جز به راز. دقیقا نشون میده که یک حکومت شبیه به حکومت آخوندی و روحانیت در ایران برپا میشه، با کمک ارتش ایران، با کمک مردمی که دیگر مورد توجه جمشید نبودند، با وجدان اجتماعی، با اونها تقریبا خداحافظی کرده بود، با اونها پشت کرده بود. خب این تطابقی که یا همسنگی که بین گذشته ما و امروز ما هست و این بارها تکرار شده، نشون میده که ما تاریخ خودمون رو بارها و بارها تکرار کردیم و ای بسا باز هم تکرار کنیم، اگر به راستی بر آموزه های نیاکانمون و دستاوردهای امروزیمون تکیه نکنیم. آقای مردو آناهید، نظر شما درباره این بخش از داستان شاهنامه درباره جمشید
فرو افتادنش و برآمدن ضحاک چیست و آیا شما هم همچون من شباهتی میبینید یا اینکه نه اون یک داستانی است در عرصه تخیل و اسطوره و افسانه و ما اکنون در یک واقعیت موجود زندگی میکنیم؟ بفرمایید. درود فراوان به ایرانیاران، فرهنگ پروران، گرامیانی که در این نشست هستند، گرامی میرزایی، وفا یغمایی و گرامی هیلمند اربابی و کاردان این برنامه جناب مانی، و نیز درود میفرستم به میهن پرورانی که با مهر به این برنامه ها گوش میدن و در راه آزادی ایران گام میگذارن. جناب مانی، همانطور که گفتید این همانی یا این برابری ضحاک با خمینی و این نادان کجروی و نادانی که از سوی بیشترین مردم برخواسته شد درست در داستان جمشید و ضحاک نشان داده میشه. درست همون گامی که ایرانیان و روشنفکران برای آوردن ضحاک زمان خمینی گذاشتن، درست در این داستان هزار سال پیش و شاید بیشتر گفته شده و فردوسی با زبان شیوای خودش اون رو به سروده است. جمشید این پدیده فرهنگ ما نمایشگر بینش آغازین اندیشمندان ایرانه و گاهی خداست، گاهی در بعضی گویش ها نخستین انسان روی زمینه و سازندگی داره و چیزهایی هستش که ایرانیان در بینش خودشون میآفریدند و اون تصور داشتن. از اون جایی که فرهیختگانی که در این نشست هستن خیلی بهتر از من میتونن جمشید نشون بدن، من با پوزش بران هستم که ارزش‌های فرهنگی که در داستان‌های پیش از جمشید بوده ما از اونها نام نبردیم بپردازیم. ارزش شاهنامه در گوهری است که در بنداده ها نهفته است یا در اندرس هایی که فردوسی بیان کرده. هرچه هست در نشانه هایی از فرهنگ ایران یا در پندارهای اندیشمندان این داستان ها پنهان هستند که از چشم و خشم دشمنان جان به در بردن. ببینیم ما در تاریخ نویسان هر زمان چیزهایی رو یادداشت میکردن که سرکردگان اون زمان میپسندیدن یا خود داستان خود نویسنده میخواسته چیزی رو نشون بده. به هر روی در سروده ها و داستان های سرگرم کننده کمتر دستبرد شده، چون سرکردگان به سروده و این داستان ها پی نمی بردن به ارزش هایی که در این بینش وجود داره. چند نکته که من به کوتاهی بازگو میکنم، هر کس میتونه از داستانهای کیومرث، هوشنگ و تهمورث برداشت کنه. یکی اینکه در بینش ایرانیان در اون پنداری که داشتن کار پادشاهان یا کیان افزون بر دادگری و شهریاری فراهم ساختن آسایش و آرامش برای مردم بوده. میبینیم که پادشاهان در این داستان‌ها نوآوران و یابندگان تازه ها بودن. اونها شیوه های کار و ساختن ابزار رو برای بهره برداری بهتر به مردم آموزش میدادن. ببینید یا شاه ها چنین کاری رو ممکنه نمی کردن، ولی در بینش ایرانیان چنین پنداری وجود داشته. در داستان های کیومرث و تهمورث به خوبی دیده میشه که سازندگی، ریسندگی، بافندگی و دوزندگی، ساختن پوشاک ستودنی هستن و مردم رو با این یافته‌ها از نیاز به جانوران و پوست اونها رها میکنه. نکته دیگری که در این جانبینی هست، جانستانی یعنی کشتن جانداران، به ویژه کشتن آدم، بسیار زشت بوده در فرهنگ ایران. شاهان از این کار پرهیز میکردن.
این پرهیزکاری در داستان گیومرس دیده میشه. زمانی که دیو بدکنش با زدن چنگ وارونه یعنی با نیرنگ سیامک رو میکشه، مردمان کیومرس تنها به سوگواری میپردازن. کسی در اندیشه کینخواهی و سزا دادن دیو نبوده، چون کیومرس برای نگهبانی از جانها آمده بوده. او نمیتونه جان کسی رو بگیره. در یک گویشی کیومرس جان همه انسان هاست، چون اون رو در روی زمین گسترش دادن. اینی که سروش در پندار کیومرس یا در اندیشه و بینش او وارد میشه، میگه تو باید اکنون از این مویه و سوگواری بگریزی و این دیوهای بدکردار رو سزا بدی. در اینجاست که کیومرس یا گیامرتا که گیاه روینده یا گیاه زنده و برخی میگن گیاه میرنده هست و هوشنگ، به جنگ دیو سیاه کار میره و زمین رو از چنین ناپاکی پاک میکنه. باز میبینیم یک نکته دیگه در پایان همین داستان هست. میگه چون کیومرس کینه را خواستار شد، روزگار او هم سر آمد. این نکته هایی هست که شاهنامه که فردوسی با زیرکی و دانایی در گوش و کنار این داستان ها گنجانده است. امروز میبینیم در پیوست همیشه کشتار انبوهی از مردم سامان جهانیان شمرده میشه. اینه اینکه مسلمانان کشتار دیگر اندیشان رو از 1400 سال پیش بخشی از ایمان خودشون میدونن بر همه روشنه، ولی نه تنها هیچ مسلمانی از این ستم ورزی شرمسار نیست، وان که در منشور جهانی حقوق بشر این آدم کشی هم بخشی از آزادی های دینی است، چون در منشور حقوق بشر میگه آیینی که دارن میتونن به یگانه و با همکاری دیگران با گروه انجام بدن. ما این جهاد رو هیچگاه نمیپذیریم حتی در منشور جهانی حقوق بشر. یعنی جهاد یعنی دزدی، ستمکاری و دست اندازی به هستی نامسلمانان. در این زمان جنگ افزارهای ویرانگر که در یک آن هزاران آدم رو به مرگ می سپاره سامان پدافند بیشترین کشورهاست، جهانداراست. بازار کشتارگران برای خرید و فروش جنگ افزار در از بازار خوراک و پوشاک و دارو بسیار گرم تره. من در اینجا به این بخش از سخنم پایان میدم و در بخش دیگر به گوهری که باز در همین شاهنامه است اشاره میکنم. از شما فرهیختگان بسیار سپاسگزارم. در از شما بسیار میآموزم از کردار شما و از گفتار شما. آقای هرمند اربابی، شما یکی از دلمشغولی های نخستینتون شاهنامه است و بیگمان هنگام خواندن شاهنامه به راز و رمز پنهان در پس این اسطوره ها و داستان ها هم اندیشیدید، چون ظاهر اسطوره ها یک چیزی است، رمز هایی که در پسا پشت و در نهفت چنین اسطوره ها، افسانه ها و داستان هایی هست چیز دیگری است. شما در بنو نهفت داستان جمشید و ضحاک چه میبینید؟ بفرمایید. نخست درود گرم به شما آقای مانی گرامی و درود گرم به دوستان در میز گرد، آقای میزایی، آقای وفا و آقای آناهید. من کمی با سال آغازیدم، امیدوارم که کمی پس و پیش شده باشد، بر من خورده مگیرید. و من و درود بسیار گرم به بینندگان، شنوندگان هم‌میهن در سرتاسر گیتی. بذار من سخن رو اینگونه بیاغازم که
سخت بگونی در پیوند می شود با پرسش شما و البته گفتمان امروزی که ما درش سخن می گیم. داستان جمشید رو در نگاه من می شود از چند گوشه بدان نگریست، از چند کنج یا سمت بدان نگریست و یه پرداخت جامعه شناسی فرهنگی سیاسی به ویژه سیاسی می شود روش انجام داد. بر پای داستانهایی که ما در بندهش می خونیم، البته در شاهنامه چندان نمی گشاید این سخن رو، اما در بندهش میگه که جمشید نزدیک به 1000 سال پادشاهی کرد، گویان 700 سال، اما نزدیک به 1000 سال پادشاهی کرد. این هزاره ها در نگاه ایرانیان، در نگاه گاه شمار ایرانیان زمان ویژه‌ای هست که در نمونه ضحاک 1 روز کمتر از 1000 سال فرمان روایی کرد. اگر ضحاک اون روز را هم فرمان روایی میکرد و 1 روز دیگه هم میکرد، دوباره 1000 هزاره دیگه هم او داشت. در تاریخ ما این زمانها رو میبندن و نمیگذارن که از 1000 بگذره، ای چه بسا خوبی ها و ای چه بسا بدی ها. اما برمیگردم به جمشید. جمشید از یک روزگار میآید که جامعه کوچکی است، تنگ دست، توان سیاسی و قدرت سیاسیش اندک است، بر پایه بندهش. سپس 2 برابر میکند جامعه و کشور و سرزمین ایران رو و در یک هنگام دیگر چون افزایش میابد هم شمار مردمان و هم شمار رمگان، این دو نمیتونن در اون زمین بسته جای بگیرن و میگستراند زمین را جمشید و در گامی سوم 3 برابر میشود. از یک سوی به سخن دیگر جمشید یک شاهی بسیار قدرتمند، توانا، بخش بزرگی از جهان را در دست دارد بر پایه بندهش و شاهنامه البته. سپس بخشهایی رو ما که شاهنامه داره میگه آن همین است که جامعه رو میبره به یک سمت تمدن یا شهریگری، از ساختار ساده میبرد به ساختار پیچیده. لایه های و آشکوب ها یا طبقات جامعه روشن میشن و در این هنگام هم هست که ابزارهای گوناگونی ساخته میشن و توان زیست شهری بسیار گسترش میابد. اگر اینها رو هم ما بسازیم، رو بر کنار هم نهیم و یک نگاهی بهش بیاندازیم، به اینجا میرسیم که جمشید یک تمدن بزرگ یا یک شاهریگری بزرگ رو در تاریخ ما، در افسانه، دست کم اگر نگیم در افسانه، برای ما میآفریند. و این داستان، داستانی که بیگمان یک جایی در تاریخ ما بوده است و با اکنون باید جست که کجای تاریخ ما این ایستاده، این میشود یک برمه یا یک برمان بزرگ یا حافظه بزرگ در سینه تاریخ ما. زیرا که زان سپس این هرگز زدوده نشد، سترده نشد این برمان، این حافظه. و ما میبینیم که بسیاری از کارهای خوب و درخشنده و زیبا رو به نام جمشید ما میدادیم، تخت جمشید، جام جمشید، و همه این تخت، اینا واژگانی هستن که خود به خود ساخته نشده است، در یک بستره زمانی اینا آفریده شده. باری جمشید با در جامعه میبره به اینجا و به یک جای جمشید میرسه که دوچار خودستایی میشه. ما این مدل رو، من در نگاه من جمشید رو مانند یک مدل باید دید، یک مدل تاریخی، یک مدل سیاسی، و چون یک مدل هست باید که برخورد مدل هم باهاش کرد. چرا مدل؟ مدل آن چیزی است که می شود در جاهای دیگر دید، همین کار در جای دیگر هم بشود. این مدل رو در تاریخ ما، همچنان شما هم گفتین آقای مانی، ما داشتیم، اینجا اونجا پدید آمده است، گاهی کوچکتر گاهی بزرگتر. یکی از این
باز آمدها یا باز آفریدهایی رو که ما در تاریخمون داریم تازش عرب بود، که گویا در این زمان هم چیزی به مانند زمان جمشید رو ما میبینیم که کسانی روی میآورن به بیگانگان و بیگانگان رو فرش سرخ و سبز جلو پاشون میگسترن یا میقنوند به زبان دیگر تا اینها بیایند، این بیگانگان. این که چرا ما چنین میشویم یه پرسشی است. آیا جا دارد که نقد درونی باهاش کرد؟ خب البته باید کرد دیگه این رو، ولی یک بار دیگر بهش بنگریم، نیک هم بنگریم که چرا چنین میشویم. زمانی که جمشید به این توانمندی میرسد، نه تنها خود جمشید، بسیار بخش بسیار بزرگی از آن روزگار را در زیر فرمان خودش دارد، کشورهایی هم که باهاش همسایه هستند سخت برای او ارج میگذارند، او را بزرگ میدارند. شاهی در این توانمندی سپس دچار خودستایی هم میشود. ایرانیان به جای آن که در اون زمان به جای آن که به این شاه نقدش بکنند، اندرزش بدهند تا او بر سر کار آید، بر سر خرد آید، سراغ بیگانگان رو میگیرند. شما پاره از این شعر شاهنامه رو خوندیم که اینها رفتن به سوی بیگانگان و رفتن از یک بیگانه یاری خواستن. این یکی از اون نکته هایی است که به باور من تلخ اما دانستنی، که چرا ما هنگامی که شاهی از درون خود خانواده ما، خانه ما دوچار خودستایی گیرم، خودستا البته خانش های گوناگونی هم هست شده، ما به جای آن که با او کار بکنیم و او را به راه راست بیاریم، میرویم یک بیگانه، آن هم بیگانه بسیار تبهکار، او رو میاریم بر کشور سوار میکنیم. چندکی هم نمیگذرد که پشیمان میشن ایرانیان که چه کاری کردن. گرچه خود جمشید هم در شاهنامه نمیگم، آن در بندهش میگه که پوزش میخواد و پوزشش هم از سوی اهورامزدا پذیرفته میشه. به سخن دیگر جمشید یک کسی است که پذیرفته شده است در بار دوم، چهریست بسیار بزرگ، در حتی در بندهش بسیار بسیار جمشید بزرگتر هست، چون یک پیامبر هست، یک جاهایی چون با خدا داره سخن میگه، گفتگو داره با خدا. و این زمانی که خودتو در برابر خدا میذاره و میگه که من بودم همین کارا رو کردم، به گفته اون فره ایزدی ازش دور میشه. گفتم جای تفسیر یا جای زند بسیار هست درباره این سخنان، اما من فشرده میکنم، میفشرم سخن خیش را، و آن همین که چرا ما ایرانیان به جای آن که با خود شاهمون، با خود راهبر سیاسیمون که از خودمون هست، جمشیده، جمشید نیای ماست، بیگانه ای نیست که از سرش دستار عربی بر سرش باشد، ایرانی است اما دچار خودستایی شده است. به جای اینکه ما او رو به راه آوریم و میبینیم که جمشید کوتاه هم میاد زان سپس، بسیار سختگیر نیست، انسان نرمی هم هست، نرم خوی هم هست، پوزشگر هم هست، ما میریم سراغ یک پتیاره بیگانی. چرا این کاره میکنیم؟ شوربختانه در زمان تازش عرب هم کردیم، در همین زمانی که اهریمن بر سر کار اومد ما این کاره کردیم، زان سپس هم حتی در جنگی هم که با ایران و عراق هم شد، بسیاری از لایه های ایرانیان به بیگانگان رو آوردن و آنها میتونستن، در نگاه من میتونستن این سپاه درونی رو به سوی خود رژیم بکشونن، که بازم در این باره سخن هست میشود پرداخت، اما رفتن اونجا و بسیار پیچیده کردن و اون هزاره که ضحاک یا آژیدهاک بر ایران فرمان روا بود، اکنون چیزی به مانند همان میشود بر ما. من بخش دیگر سخن خودم رو در بخش دوم خودم پی خواهم گرفت. سپاس به شما آقای مانی و دیگر دوستان. من سپاسگزارم. خب آقای یغمای گرامی، نگاه شما تا به اینجای موضوع چگونه است؟ با درود به همیهنان و دوستان ارجمند و فریخته گرامی، ببینید دوستان توضیحات خوبی دادند، منتها من میخوام از خود شما خواهش کنم این داستان رو ما مقداری ادامه بدیم، چون اسطوره جمشید شاه، من این روزهای فرصتی پیدا کردم که یکی دو روزی جا
جستجو کردم، دیدم و خلاصه مقداری از سعد به عمر رفتم. واقعا حاوی راز و رمزهای بسیار زیادی است که باید ما سانتیمتر به سانتیمتر بریم جلو، که این فقط اسطوره نیست. من نخست میخوام همینجا مقوله این اسطوره رو قبل از اینکه وارد اصل بشم اشاره بهش بکنم. ببینید، قبلا من خودم گفتم، دوستان اشاره کردن، اسطوره ریشه در واقعیت داره، ولی واقعیت گم شده، و ما انسان ها از اسطوره ناگزیریم، از افسانه ناگزیریم. خیلی ساده، خود زندگی به دلیل عظمتش، اصلا وجود به دلیل بی‌نهایت بودنش، نهادش به راز و افسانه میپیونده. و خود ما انسان ها اگرچه از صبح تا شب داریم خلاصه واقع گرایانه عمل میکنیم، برای نان و آب و آزادی میجنگیم، به تبعید میریم، ولی یکم از این فضا دور بشیم، ما یک هستی کوچکیم بین دو نیستی که هیچ کدومشون رو نمیشناسیم. شاید نیستی نباشه، من اسمشو میذارم نیستی. و به قول بیدر دهلوی، چه بسیار خون در عدم خورده باشم که بر خاک مایی و من مرده باشم. من میخوام تأکید کنم، ببینید، مقوله خدا که یک مسئله فلسفی است که فیلسوفان روش بحث میکنن، منظورم فیلسوفان واقعی است و نه خلاصه فسیل سوفانی که سرشون در قفس چارچوب مذهب خودشون بسته است. ببین، خدا در حقیقت ریشه هاش به افسانه میپیونده. ما اون چی که داریم، حتی خدایی که آخونده علم کردن، خدای مذاهب، 99% افسانه هایی است که درباره اون میگن و به ما قبولوندن و ما باور کردیم. هیچ کدوم از اینا در حیطه واقعیت قابل اثبات نیست. مذاهب بزرگترین اسطوره سازانه به نظر من. معجزات جز مشتی اسطوره نیست و اتفاق نیفتادیم. ما نیازمندیم که در خیلی از اوقات از واقعیت به افسانه و اسطوره پناه ببریم. در شعر شاعران ما زن با اسطوره میامیزه. اگر روزی زنان آزادی کامل داشته باشند، خواهیم دید که مرد نیست در شعر اونا. زندگی پیامبران، امامان با افسانه آمیخته. واقعیت اینه که پیامبر اسلام تو جنگ احد زدن، دندونش رو شکستن، ولی آخونده هزاران افسانه ساختن از معراج و شق القمر و اینها. سوال اینه که چرا تو جنگ احد از دندون خودش دفاع نکرد؟ و نکته مهم تو این زمینه واقعا میشه به طور مستقل بحث کرد، ولی من میخوام تاکید بکنم ما بهتره بریم سراغ اسطوره های خودمون که بسیار زیباست، بسیار عمیقه. و همین اسطوره جمشید شاه حاوی نکاتی است که فی الواقع اگر مثلا به دست کسی مثل هومر میرسید، چیزی بسا نیرومندتر از ایلیاد و اودیسه خلق میکرد، زیرا واقعا ابعادش بسیار بسیار عظیمه. ببینید، این مسئله این اسطوره جمشید شاه که من تأکید میکنم که حتما ریشه در واقعیات پنهان داره، هر چه باشه من میخوام رو این تأکید بکنم که مال خودمونه، از درون خودمون برآمده، در تقابل با فرهنگ ملی ما نیست، در تقابل با هویت ایرانی نیست. اسطوره های آخون ساخته اولا بسیار ضعیفتر، بسیار تاریک، بسیار نچسب هست. چیزایی که میسازن، شما نگاه بکنید، کشت و کشتار و سربریدن و در قلعه کندن و نمیدونم یهودی کشی و اینهاست، ولی شما برید تو اسطوره مثلا جمشید شاه پر از زیباییه. ببینیم که این پنجمین پادشاه پیشدادی که ریشاش در با مردمان هند و ایران و اروپا در اونجا آبش خور داره، در ریگ‌ودا ما جمشید شاه رو میبینیم، در اوستا میبینیم، در شاهنامه میبینیم، در اشعار شاعران میبینیم. ببینید، این پر از زیبایی است. شاهی است که پیامبری بهش پیشنهاد میشه، رد میکنه، دارای فره ایزدی است. و همینجا این فره ایزدی نکته ای است که از طرف جان جهان
حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، تفویض میشه به یک انسان و چیزی نیست که قائم به ذات باشه. یعنی درست مثل فرضاً قانون اساسی است که مشروعیت مثلا سلطنت رو تضمین میکنه. بیرون از شاه چیزی وجود داره به اسم قانون که در طول قرنها مردم صحه گذاشتن روش. و جالبه که ما ببینیم حتی در رابطه با ماجرای 28 مرداد و مصدق و درگیری باشه، مصدق هیچ وقت حاضر نشد شاه رو حذف بکنه، هیچ وقت، در حالی که به نظر میرسی که میتونست مثلا بعد از ماجرای سیتی، برای که او حواسش بود که او انسانی بود خردمند. نخست کتاب مقدس مصدق قانون اساسی بود و بر طبق قانون اساسی حق نداشت این کار بکنه. دوم میگه مصدق میدونست که این محور هویت ملی است. ما 2500-3000 سال با شاه زیسته بودیم، دیرم شاهان مستبد، ولی او حواسش بود که اگر محور در بره، محور متلاشی بشه، برای اینه که التماس کرد به شاه که آقا نرو به خارج کشور. از این بگذارم که بعضی جداگونه است. ما میبینیم که جمشید شاه نیز فره ایزدی از بیرون بهش تفویض شده، خدمات زیادی میکنه، چنان که آقای هلمند گفتن زمین رو فراخی میده و چیزی رو که مثلا در کتاب انسان چگونه غول شد یا کتابهای که روند تکامل بشری رو نشون میده، ما به زیبایی این روند تکامل بشری رو در ماجرای جمشید شاه، در کشف آهن، در کشف نمیدونم صنایع، در دستبندی مردم، در ساختن شهرها، در کشف شراب و بسیار چیزهای دیگه میبینیم و با یک شهریار روبرو هستیم که نیمه آسمانی و نیمه زمینی است و میشه ازش آموخت. و این که سرانجام به دلیل مغرور شدن، به دلیل کشتن حیوانات، به دلیل اینکه به طبیعت، چون دین زرتشت میدونیم که و ادیان اساسا آریایی اندوروپایی، اینها دینهای طبیعتگرا هستن. من یک کتابی میخوندم الان یادم نیست، شاید انسان در از توحش بود، که نوشته در ایران و هند خیلی زودتر از سایر نقاط دنیا مقوله کانیبالیزم و آدمخواری از بین رفت، در حالی که مثلا تو فینیقیه سابق، لبنان کنونی، سالانه 1500 تا بچه رو میریختن تو شکمون گاو و زیرش آتش روشن میکردن، قربانی خدای بعل میکردن. در این کشورها در این ور ممنوع بود، حتی حیوانات رو نباید میکشتن، قربانی انسان ممنوع بود. و این یک نکته بسیار مثبت است در آیین‌های هند و اروپایی. خب این رو نقض میکنه، یعنی علیه طبیعت. میبینیم که الان هم در آغاز قرن 21 یکی از مشکل ترین چیزهایی که روبروی بشریت قرار داره همین خراب کردن محیط زیست است، که میبینیم که این اسطوره توجه داره به اون. روی میشه بحث کرد، روی میشه نمونهای بسیار جالبی وجود داره. برای فره ایزدی گرفته میشه ازش در سه نوبت و پادشاهی که حدود 600 خورده ای سال فکر کنم که حکومت کرد و کلی خدمت کرد، سرانجام به سرنوشتی دوچار میشه که پس از فره ایزدی مخفی میشه 100 سال و به دست ضحاک یا به قولی برادرش کشته میشه. این اینجاها رو باید کنکاش کرد، به خصوص نقطه‌ای که آقای اربابی اشاره کردن، به چه دلیل اینها پناه بردن به بیگانه، باید روی ضحاک زوم شد، چرا بردن. ما الان هم شاهدیم، شما نگاه کنید، ضحاکیان متاسفانه الان هم وجود دارن، همین کسانی که در شرایطی که یک ضحاک عمامه بر سر بر این ملت 3000 ساله حاکمه و همه چیز اون رو در معرض زوال قرار داده، میبینیم که کسانی که میرن در میزیردهای شرکت میکنن که دشمنان ایران اونا رو تشکیل میدن و ندای مثلا تکه پاره کردن ایران و تجزیه ایران رو سر میدن، ما الان هم شاهدیم، اینا هستن، توی روزنامه ها میتونیم بخونیم، تو جرایت، کسانی که در حقیقت همون کاری رو کردن دارن میکنن که در ماجرای جمشید شاه ما روبرویم با ضحاک ماردوشی که 1000 سال ایران رو زیر سلطه گرفت. و اگر این مسئله به طور مضاعف رخ بده، یعنی
با این ضحاک داخلی توسط یک ضحاک خارجی بخواد سرنگون بشه و به نیروی کاوسان ملت ایران تکیه نشه و جنبش ملی، ما طبعا ماجرای ضحاک رو باز پیش رو خواهیم داشت بسی فجیع‌تر. من اجازتا به همین اندازه اکتفا میکنم و در بخش بعدی و در فرصتی اگر بود اشاره خواهم کرد به ماجرای ضحاک. فعلا باز هم تاکید میکنم ما به آرامی باید جلو بریم. به نظر من تک تک راز و رمزها رو باید گره‌گشایی کرد، به خصوص باید هم میهنان گرامی رو توجه داد که برویم به سوی اسطوره های ایرانی خودمان، هزاران بار زیباتر و عمیق‌تر از اسطوره های شبه اسطوره ها و یاوه های آخوندی است و قهرمانانی که قهرمانان اساطیری ما نیستند و قهرمانان اساطیری آخوندها هستند. همینجا تاکید بکنم این قهرمانان حتی قهرمانان اساطیری اعراب هم نیستند، زیرا اونها هم زندگی داشتند و ارتجاع و مذهب ارتجایی و آخوندهای دو طرف هستند که اینا رو ساختند. من به همین از این سپاسگزارم آقای یغمایی گرامی. خب کوتاه زمانی با هم برویم به میهمانی شاهنامه با آوای آقای محمود میرزایی. اگر میکروفونشون باز کنن. بله. من پروانه میخوام از شما چند نکته رو از دید هنری در اینجا بگم. کمی بلندتر لطفا. پروانه میخوام که چند نکته رو از دید هنری شاهنامه بگم و کوشش هایی که دیگرانی هم کردن در این زمینه و با سپاس از آقای یغمایی که من همسو هستم بسیار با سخن ایشون که باید این داستان جمشید رو پی گرفت، چرا که همین داستان جمشید پر از هزاران راز و نکته هایی است که امروز هم ما با اون درگیر هستیم و میشه سالی رو تنها با همین داستان جمشید گذران. گرچه برخی از اینها میتونه نمادین باشه، کما اینکه نمیتونه جمشید خودش همه گوهرها و بوهای خوش رو و خشت زدن رو و ساختمان ساختن و کشتی ساختن و اینها رو خود انجام داده باشه، همان گونه که عمر خیام در نوروزنامه‌اش میگه که می رو شاه شمیران برای جمشید ساخته، نخستین بار پیش آورده و جاهای دیگه باز او رو سرراست به خود جمشید با میگذارن. از این گونه داستانا زیاد هست، اما جمشید نمادین هست برای آنچه که در آن دوران نخستی شده. در بسیاری نگاره هایی که درباره جمشید و کیومرث و هوشنگ و دیگران نگاره پردازی کردن در شاهنامه هست، میبینیم که همه با پوشش های خیلی زرین و زیبا هست. در اما زنده‌یاد جلیل زیایی و استاد هوشنگ گلزاری، نگارگران بزرگ ایرانی که در بنیاد شاهنامه کار میکردن، اونجا من چون از نزدیک با این بخت رو داشتم که با این دو استاد بزرگ آشنا باشم، نگاره ای دیدم که کیومرث با پوست پلنگی نشسته در یک هوای باز، هنوز ساختمانی نیست و گرز داره، یعنی همچنان هنوز آهن ساخته نشده، به دست نیامده و ابزار جنگیش گرز هست و پوست پلنگ بر تن داره و پوشش رو جمشید بسیار پس از کیومرث. از این داستان ها زیاد هست. یک نکته دیگر در داستان خون سیاوش هست که شیوه نمایشی خون سیاوش یک شیوه نمایشی ایرانی است که تعزیه رو از همون گرفتند، یعنی ما اون سه دیوار رو نداریم، گرد هست صحنه و از همه سو و میبینیم بازیگران چه در شاهنامه که چه در تعزیه که پیش از اونم در خون سیاوشون بوده، یک باره از نقش اون نقشی رو که بازی میکنه جدا میشه و میشه همون آدم، من محمود هنر میشه. و با من در آبیک قزوین میدیدیم تعزیه رو چلو کباب بردن برای شمر، همینطور که میخورد یه لفه گفت به تماشاچی ها گفت بسم الله بسم الله و تماشاچی چه هوشیار،
همه گفتن نوش جان، نوش جان. من خودم موندم که اونجا نمیگن کوفتت بشه ای شمر، این تشخیص رو میدن که اونجا این هنرپیش هست که به اینا بسم الله به فرما میزنه برای خوراک. و این رو پیسکاتور و سپس برتولد برشت که مثل شاگرد پیسکاتور بود گرفتن و این شیوه برشتی رو ساختن که هنرپیشه از نقش جدا میشه و با تماشاچی سخن میگه. خب آقای میرزایی، امیدوارم که شاه شمیران برای شما هم یک جعبه شراب ناب تهیه بکنه. ما الان دیگه واقعا چشم براییم که شما بله چشم ابیاتی از شاهنامه رو بخونید. بفرمایید. بله، این بسیار یک نکته دیگه هم هست که داستان اپرای از اقبال لاهوری گمان میکنم همین داستان رو، پرورده ضحاک رو که قباد آشپز این کار مغز و مغز گوسفند رو قاطی میکنه که از دو جوانی که باید کشته بشن یکی کشته بشه. چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگر ببردی به ایوان شاه، همی ساختی راه درمان شاه، بکشتی و مغزش بپرداختی، مرا اژدها را خورش ساختی، دو پاکیزه از گوهر پادشاه، دو مرد گران مایه و پارسا، یکی نام ارمایل پاکدین، دگر نام گرمایل پیشبین. چنان بود که بودن روزی به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم، ز بیدادگر شاه از لشکرش، و زان رسم های بدن در خورش. یکی گفت ما را به خالیگری، بباید بر شاه رفت آوری، و زان پس یکی چاره ای ساختن، ز هر گونه اندیشه انداختن، مگر زین دو تن را که ریزند خون، یکی را توان آوریدن برون. برفتند و خالیگری ساختند، خورش ها و اندازه بشناختند، خورش خانه پادشاه جهان، گرفتند و بیدار دل در نهان. چو آمد به هنگام خون ریختن، به شیرین روان اندر آویختن، از آن روز با نام مردم کشان، گرفته دو مرد جوان را کشان، زنان پیش خالی گران تاختن، زبالا به روی اندران انداختن، پر از درد خالی گران را جگر، پر از خون دو دیده پر از کینه سر، همی بنگرید این بدان آن بدین، ذکردار بیداد شاه زمین. از آن دو یکی را بپرداختند، جز این چاره ای نیست نشناختند، برون کرد مغز سر گوسفند، بیامیخت با مغزان ارجمند، یکی را به جان داد زنهار و گفت، نگر تا بیاری سر اندر نهفت، نگر تا نباشی به آباد شهر، تو را از جهان دشت و کوه است بر، به جای سرش زان سری بی بها، خورش ساختند از پی اژدها، از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان همی یافتندی روان. چو گرد آمدی مرد از ایشان 200، برانسان که نشناختندی که کیست، خورشگر بدیشان بزی چند و می بزی چند و میش، سپردی و صحرا نهادن پیش. کنون کرد از آن تخمه داد نژاد، که ز آباد ناید به دل برش یاد،
پساین زخاک وارون خوی، چنان بود که چون می بودش آرزوی. ز مردان جنگی یکی خواستی، به کشتی چو با دیو برخواستی. کجا نام ور دختری خوب روی، به پرده درون بود بی گفتگوی. پرستنده کردیش بر پیش خیش، نه بر رسم دین و نه بر رسم کیش. این مغز کشتن یعنی خرد و دانش اندیشه رو کشتن، اونچه که در همین دوره ما همین ضحاک زمان ما میکنه. درود بر شما، خسته نباشید. یکی از ابیاتی که خوندید اینطوری است که کنون کرد، یعنی نژاد کرد، کردهای ایران، از آن تخمه داد کرد، از آن تخمه دارد نژاد، یعنی اون جوانهایی که نژاد پیدا میکردن و آشپزها دزدکی اینا رو به صحرا میفرستادن، میگفتن پنهان شید تو شهر آبادی نباشید، و مغز گوسفندی رو جای مغز اونها میدادن، و اینا وقتی تعدادشون به 200-300 نفر رسید بهشون رمه و گاو و گوسفند دادن، گفتن که در صحراها باشید، در کوها باشید، بر نگردید به شهر، چون ضحاک میگرده شما رو پیدا میکنه و برنامه ما لو میره. در واقع عرض کنم دوستان گرامی، یک نکته بسیار مهمی هست در این داستان جمشید، من میخوام وصلش بکنم به امروزمون. از زمانی که جمشید مدعی میشود که همه چیز از من برآمده است و به من پایان میپذیرد، یعنی پیران رو، خردمندان رو، آزادی برای بازگویی همه جوانب زندگی رو حذف میکنه و تبدیل میشود به اصطلاح امروزی به یک دیکتاتور، و به همین خاطر مردم بهش پشت میکنن، اورامزدا بهش پشت میکنه، سران سپاه بهش پشت میکنن، همراهانش، وزراش و وکلاش بهش پشت میکنن، و نه تنها پشت میکنن بلکه میروند و یک بیگانه رو، در واقع ضحاک تازی رو میارن و جای او پادشاه ایران میکنن. هر جا که آزادی مردم حذف بشود، همونطور که آقای میرزایی هم اشاره کردند، دانش و دانایی حذف بشود، پیران که نماینده تجربه هستن حذف بشوند، جوانان که نماینده کار و کوشش و آفرینش هستند گردن زده بشوند، کار به جای میرسه که مردمان روزی به تنگ میان و اون وجدان اجتماعی، آگاهی اجتماعی که نامش در گذشته بوده اهورامزدا، پشت میکنه به این و در صدد برانداختنش میشه. ما نگاه کنیم به زندگی رضا شاه بزرگ که ده ها صاحب اندیشه، زبانشناس، تاریخشناس، اسطوره‌شناس، ایران دوست، اهل فن دور او را گرفتند و او را یاری کردند تا ایران رو از یک دوران توحش قاجاری بیاره به یک دوران مدرن. در مدت کوتاهی که او پادشاه ایران بود، بنیانهای ایران نوین پایه‌ریزی شد، و این تا یک حدی در دوران فرزند ایشون هم ادامه پیدا کرد، تا فرزند ایشون رسید به جایی که همه احزاب را حذف کرد، فقط یک حزب رستاخیز رو درست کرد، همه سران رو که می توانستن بیاندیشند از خود دور کرد، و ما دیگر اون حلقه آگاهان رو که در پیرامون رضا شاه داشتیم، رضا شاهی که سواد چندانی هم نداشت ولی ایران رو دگرگون کرد به سوی ایران تازه، می بینیم که اینها حذف میشن و شاه تنها میمونه و تصمیم گیرنده نهایی میشه. اینجا قصد بر نقد و بررسی زمان شاه نیست، برای اینکه داستان بلندی خواهد شد. هدف این هست که ضحاک، ببخشید، جمشید
پشت به دانایان و خردمندان میکنه و نابود میشه و ضحاک میاد او رو میکشه و جای او را میگیره. در زمان ما هم شباهت وجود داره، نه اینکه 100% تطبیق داشته باشه، ولی شباهتی هست که وقتی جامعه به سوی دیکتاتوری میره، مردم به هر حال در یک جایی یا خردمندان در یک جایی واکنششون میدن و دیکتاتور رو از تخت به پایین میکشند. و این سرنوشت البته در انتظار خامنه ای و امثال او هم در ایران هست و ما این رو تجربه خواهیم کرد. مردم ایران که امروز خردمندانشون حذف شدند از حوزه حکومت و جوانان یا زیر دست و پای سپاه و بسیج و اطلاعاتی این رژیم در داخل له می شوند یا به خارج گریختند یا انتظار گریختن به خارج رو دارند، آرام آرام این رژیم رو طی 40 سال که در برابر درازای تاریخ ایران نقطه هم بیش نیست، بنزه حتی 4 ساعت و 4 روز هم نیست، به جایی رسیده است که تمامی این حکومت و چیزی به نام کشور ایران به یک انزوای بسیار دردناک بین المللی در بیرون از ایران و انزوای حکومتی در درون ایران از سوی مردم رسیده است. خب ما اینا رو در داستان جمشید داشتیم و اگر سران ما، مردم ما، سران سپاه ایران در دوران پهلوی به داستان جمشید و اسطوره‌ها و خیلی داستان‌های دیگه، نه فقط شاهنامه، اینا رو خونده بودن، میشناختند، شاید اصلا کار به اونجا نمی‌کشید. خب برگردیم به آقای آناهید گرامی. دوستان گرامی، دقیقا جانم پروانه دارم یک 10 ثانیه 10 ثانیه بله بفرمایید. بار پیش من این رو گفتم که کیومرث و طهمورث و اونها رایزنان داشتن، ولی چون به جمشید رسید رایزنی رو گذاشت، همون گونه که شما در داستان رضاشاه گفتید به درستی. و منی، اونجایی که فردوسی میگه منی کرد، به منی رسید، به من خودش رو تنها دید، خودمحور بینی. بله، اون درد امروز اپوزیسیون ماست. یکی از بزرگترین ریشه های این که اپوزیسیون ما نتونستیم در اینا، که هنوز در این بخش های اپوزیسیون در کسان و گروه ها این من هست، همین من نذاشته با هم باشیم. درود بر شما. خب دوستان، 1 ساعت از برنامه ما گذشت، ما 30 ساعت برنامه باقی مونده و با آقای آناهید شروع میکنیم. آقای آناهید شما در واقع ادامه بدید، بفرمایید. سپاسگزارم از این دوستان گرامی و فرهیخته. سخنانی گفتن که در پیرامون هر کدوم از این گفتار میشه بسیار زمانی رو پیمود و در پیرامون اونها سخن گفت. و چیزی که من میخواستم اشاره کنم، در همین داستان جمشید چنین طوری بود تا زمانی که با فرهیختگان و دانشمندان چیزهایی رو پدید می آورد، نوآوری ها می کرد، همیشه خوب بود. و در زمانی هم که خود روش رو نشون داد و منی کرد، موبدان سرشون رو انداختن پایین. موبدان، نه اینکه مردم. و این مردمی که شما ازشون ستایش می کنید، این مردم رفتن پیش ضحاک، 1000 سال زیر دست ستم اون بودن و نجنبیدن، تا اینکه یک قهرمان دیگه، یک کسی، یک نفر اومد با گرز بزرگ فریدون و کاوه این کار کرد. مردم در هیچ کجا، در هیچ زمانی به تنهایی بر نخواستند. مردم ستم پذیرند. الان هم که شما میبینید در هندوستان میگن دموکراسی، خیلیشون ستم پذیرند. اینها نمیتونن کاری بکنن مگر اون که فرمان روای رضا شاهی داشته باشن. اونطوری نیست که ما همیشه سر مردم، مردم اگر راهنما داشته باشن همین کاری که خواسته باشن میکنن. اگر پیشوای اونها لنین باشه دنبال لنین میفتن، اگر خمینی باشه خمینی، منتها
مردم نسبت به دیدگاه خودشون. ما میبینیم برای هندوستان گاندی را آوردند از آفریقای جنوبی با کراواتش کند و اومد هندوستان، برای ایران هم خمینی را آوردند، چون مردم ایران با این شکل آماده شده بودند، مذهبی بودند. مردم تنها خودشون نمیتونن بیاندیشن. در همین داستانهای شاهنامه بسیار دیده میشه که شاه کسی میتونسته بشه که شاهزاده باشه. حالا شما میگید فر ایزدی، فر ایزدی قبول، ولی شاه باید از خانواده شاه باشه. کسی میتونسته در همین داستان جمشید موبد باشه که بره تو کوه از همون موبدان باشه، کسی پیشه‌ور بوده که پیشه‌ور باشه. اینها رو، این ارزش ها رو ما نگاه نمی کنیم. ما با گفتار دیگران می خواهیم اینا رو ارزشیابی بکنیم. در امروز این چیزهایی که ما میگیم دموکراسی، هیچگاه هیچگاه در دموکراسی در ایران نمیتونه به وجود بیاد، به خاطری که مردم ما دموکرات نیستن. در کنگو هم به وجود نمیاد، نیومده، به خاطری که اون مردم دموکرات. دموکراسی چیزی نیستش که تازه هر کی که کاغذی نوشتیم و اساسنامه اینا بشن دموکرات، همچی چیزی وجود نداره. شما میبینید که مردمی که خودشون دموکراسی داشته باشن فرق میکنن. یک نمونه براتون من میگم، شما ببینید که در آمریکا و انگلستان اینا اومدن آلمان گرفتن، بعد از گرفتن گفتن یه اساسنامه بنویسید. اساسنامه این مردمی که آلمان نمیدونم وایمار رپوبلیک داشتن نوشتن از اساسنامه خود آمریکا بهتره. همین آمریکایی‌ها رفتن عراق گفتن یه اساسنامه بنویسید، گفتن ما آخوند می‌خوایم، ما مجتهد می‌خوایم، ما شیعه می‌خوایم، ما سنی می‌خوایم. این مردم اگر دموکراتی دموکرات میشن که حالا تو عراق باشه، مردمی که تو دین آلوده هستن نمیتونن دموکراسی فکر کنن. تمام این چیزهایی که ما میگیم، چرا روشن فکرای ما اینا، به خاطری که دین دارن، دین زدن. به خاطر اینه ما باید آزاد اندیش بتونیم باشیم. ما کاری که مردم انجام دادن همیشه انجام خواهند داد، همیشه، نه فقط در ایران، در جاهای دیگه هم همیشه همینطوری شده، در روسیه هم شده. ما مردم رو نمیتونیم سرزنش کنیم. ما میبینیم که کسانی که دین زده هستن میشن سرور مردم. اون رضا شاه که بود آخوندا رو انداخت و تنو راحت کرد. یک ما یک دیکتاتور میخواد، نه اینکه مردم نمیتونه. ببینید در هر کجای زمان، در هر جانوری که نگاه بکنید، تنها بخشی از اونها میتونن بیاندیشن. اینطوری نیستش که مردم میتونن بیاندیشن برن رضا شاه رو بردارن و برن فلان کنن و برن فلان کنن. اینها نیست. مردم تو همین دوربر خودشون رو نگاه میکنن، اصلا آگاهی اونطوری ندارن. میان برای امام حسین سینه میزنن، اگه بگید بیا بگید جاوید شاه، میان تو خیابون میگن جاوید شاه. در دموکراسی که ما میگیم مثل حماسه و فلان اینا، اینها نمایندگان ناآگاه ترین مردم هستن. یعنی در جایی که این دموکراسی رو که به ما بندازن، چه در عراق، چه در ایران، چه در هندوستان، این دموکراسی یعنی حکومت، حکومت نه فرمان روایی، حکومت ناآگاه ترین مردم، به خاطری که بیشترین رأی رو میارن، بیشترین مردم ناآگاهن. من پوزش میخوام که دیگر سو با گفتار شما بعضی سخنان رو گفتم، ولی این بینش منه، این بینش منه، با بینش شما در تضاد هستش. من دموکراسی کشکی بندی نمیخوام. سپاسگزارم. منم از شما سپاسگزارم آقای مردو آنالیت گرامی. البته من شخصا با این نکته شما که گفتید ما دیکتاتور میخوایم موافق نیستم. من برای این باور هستم که در بین مردم ایران افراد آگاه و خردمند پرشمارند و اگر گروهی از اونها رهبری جامعه رو به دست بگیرند، که البته خب یک سخنگو خواهند داشت، می توانند ایران رو آرام آرام به جایی برسونند که مردم نقش داشته باشند و منتظر نباشند که به اونها فرمان داده بشه تا اونها اجرا کنند، خودشون هم نقش جدی داشته باشند. خب آقای اربابی گرامی، در خدمت شما. بله، من سخن رو اینگونه پی میگیرم که در، نمیدونم، تاریخ بشر یا بگیم در دست کم در تاریخ ما ایرانیان، نخستین سکولار یا سکولر جمشید شاه بود و این رو در بندهش بسیار خوب میگه
گفتگوی هست به میان اهورامزدا و زرتشت، میگه که من پیش از تو به جمشید پیشنهاد دادم که رهبری دینی و آموزش مردم در دست بگیره. میگه نه، من این کار انجام نمیدم، این کار من نیست. اما دوباره باش گفتگو میکنه، میگه من آماده هستم که کشورداری بکنم. به سخن دیگر از همون آغاز جدا میکنه دین رو از دولت و یه کاری میکنه که دست خودش هم کار میده جمشید. من براتون میخونم این تیکه رو. یکی زهر انجمن پیشور گرد کرد، بدین اندرون نیز 50 خرد. گروهی کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشون از میان گروه، پرستنده را جایگه کرد کو. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهان دارشان. یعنی این گروه رو گفت که شما برید تو کوهستان، اونجا نیایشگاه بسازید و در اونجا در نزد خدای خودتون نیایش کنید با خدایتون. شما رو به کار سیاست، به کار مردمداری و کشورداری نیومده است. و به راستی نخستین گروه هم بودن که با جمشید در ستیزیدن. اینها خب از اون پایگاهی که داشتن، ملاهای ما همیشه در قدرت سیاسی، اینها در ستیز هستن، همواره میخوان که رهبری سیاسی رو در دست بگیرن. و جمشید نخستین کسی بود که بسیار دلاورانه اینها رو گفت که بفرمایید برید در کوهستان، مگر شما نمیخواید با خدایتون سخن میگین؟ بهترین جا اونجا هست. و بردشون اونجا. و سپس همینا هم بودن که مغز توده ها رو برشوراندن. البته خب نقدی به جمشید هم بود و نقدش هم بود که باور شده بود که همه کارا دست او هست. اما در این میان بیشترین سهم رو این کاتوزیان داشتن. کاتوزیان رو اگر ما امروز برخوانیم، همین ملاها و آخوندهای ما هستن که شوربختانه در اون زمان آخوندها و روشنفکران یا اندیشاران هم همراه شدن با این کاتوزیان و سپهر سیاسی آن زمان را به آنجا کشوندن که اینها گفتن پس جمشید که از خودشون هست، فرزند خودشونه، با آنها این رشک سیاسی، رشک قدرت روی برگردن رفتن به یک بیگانه اهریمن که البته این آژیدهاک هست. آژی یا آزیدهاک یعنی کسی که بسیار آز می‌ورزد، بسیار بدخواه هست، بسیار پرخواه هست، که سپس این رو در زمان شاهنامه میخواستن عربیش بکنن. این یک چه کرکتری هست که بسیار میخواهد، آزیدهاک یا زاده آز یا آورنده آز. و هر روی اما بماند که خودش سخنی هست که چرا جمشید نامش، چرا زمان فردوسی نامش رو زهاک گذاشت، یعنی که کسی که بسیار میخندد، آدم مسخره، چون این نامی براش که درستش در پژوهش که من دارم آژیدهاک یا آزیدهاک هست. باری کوتاه کنم سخن رو که بزرگترین و نخستین سکولار سیاسی ما جمشید شاه هست. در عصر کنونی، در روزگار کنونی، برخی از این هم میهنان ما تازه بیدار شدند، میگن که سکولاریسم رو ما رو انداختیم، سکولاریسم رو ما آوردیم. سکولاریسم بسیار بسیار کهن است و شوربختانه همین کاری رو هم که جمشید کرد. اما گرفتاری که جمشید کرد این بود که جایگزین سکولاریسم رو که آورده بود باید میامیخت به اندیشه بری. در اینجا گمان میکنم که جمشید کوتاهی کرد. نکته دیگر من بیفزم آقای مانیگرامی و دوستان، اون نقدی که ما به زمان به شاهان پهلوی میکنیم به جام هست، اما فراموش نکنیم که نقد اندیشه‌وران رو هم باید حتما کرد. اندیشه‌ور بسیار نازک دلی، شاعران ما که شوربختانه، ببخشید من خود من هم کمک شعر میگویم ولی میخوام به شاعران کمی امروز بتازم، که شاعران ما با نازک دلی های بسیار فراوانی که داشتن، اینها پیامبران سیاسی ما بودن و جامعه را شوربختانه بسیار این بر اون بر بردن و شدن اینها اندیشه وران ما، روشنفکران ما و سپهر سیاسی ما را بسیار آلوده کردن. البته نقد شاه به جای خودش، اما نقد اینور ما بسیار کوتاه است که نارشون میذاریم. اپوزیسیون هرگز
دلاوری نکرد و خودش رو تنها به گردن نقد خودش بیاندازه و خودش آویزون بکنه، همیشه گناهکار اون دید، گناهکار اون بود، گناهکار اون بود. زمانی که ما این گونه بنگریم، خیش را در آینه نبینیم، یک زنگار بر آینه بپاشیم، همین میشود. ما باید میدیدیم همین اکنون هم، تا زمانی که ما خودمون رو در یک آینه نه زنگار زده، آینه پاکیزه نبینیم، همین میشویم. دیگران گناهکار هستند و همین. سخن کوتاه کن چون زمان تنگ است آقای مانی گرامی، که این سکولاریسمی ره که ما اکنون دنبالش هم هستیم، نیای بسیار ورجاوند ما، نازنین ما جمشید آورد برای ما، اما خوب پیش نرفت دیگه. در این باره همچنان که دوست ما آقای وفا، دیگر دوستان آقای آناهید و آقای میرزایی گفتن، جا دارد که ما این رو از کنجهای گوناگون هم بنگریم. من یک پرداخت جامعه شناسی روش کردم، دوست دارم جای دیگه هم بریم بهش برسیم. بسیار سپاس به شما. منم از شما سپاسگزارم آقای الهند عربابی نازنین. البته در همین رادیو مانی من خودم 4 گفتار داشتم درباره ریشه ها و پایه های سکولاریسم در ایران، در ادبیات ایران، که بیشتر گفتارهای رادیویی بود. امیدوارم که برخی از بینندگانی که علاقه‌مندن اونا رو برن در سایت رادیو، اونجا هست، بشنون. و ما حتما در این باره باز هم برنامه خواهیم گذاشت، حتما خواهیم گذاشت، چون جمعی صحبت میکنیم، خرد جمعی اون بحث رو بهتر هدایت خواهد کرد. آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر، نوبت شماست. با درود مجدد. ببینید، نکات بسیار جالبی مطرح شد، من واقعا استفاده کردم. نکته‌ای که شما اشاره کردید آقای مانی در مورد کردها بسیار جالبه، خودش یک برنامه من پیشنهاد می‌کنم بگذاریم، برای اینکه من خودم در طول تاریخ ایران وقتی که جلو می اومدم، وقتی دیدم که شهر جلولا مرز لورها بود و شهر تکریت که زادگاه صدام حسین بود در حیطه کردستان بود در پیش از اسلام، کردها حدود فکر کنم 26 بار اون سپاهیان اولیه رو شکست دادن و لورها 32 بار در جلولا اون نیروهای اولیه ای رو که حمله کردن به ایران شکست دادن. و در طول تاریخ همیشه به قول دکتر عبدالرحمن قاسملو، یک بار در مصاحبه با بی بی سی گفت که هیچ کس ایرانی تر از ما نیست و اگر کسی خودش رو ایرانی تر از ما میدونه اشتباه میکنه. برای این مسئله کردها که فرزندان و کاوان، تو سرودی هم که من با یکی از من یک سال خورده ای شانس اینو داشتم تو کردستان زندگی بکنم، سال 60 و 61، و سرودهای اونا رو با کمک یک دوستی به اسم مام قادر ترجمه کردم. تو سرودشون میگه ما فرزندان کاوه آهنگریم، سرود ایرقی. در هر حال بگذرم، باز رو این بحث کرد مون تا نکته ای که دوستان گفتن. ببینید، ما با در داستان جمشید شاه که من پیشنهاد میکنم واقعا پله پله جلو بریم، با 5 ما اینجا روبرویم که هر کدوم از اینها یک برنامه میطلبه. گروه اگر بخوام که بگم خود جمشید شاه، یعنی آنالیز شخصیتش به طور دقیق و بر اساس کتابهای مختلف از ریگ ودا گرفته تا شاهنامه تا نمیدونم آثار هندی، شخصیت مقابل جمشید شاه ضحاک با دقیق خلاصه این رو آنالیز کرد. موبدان رو باید آنالیز کرد که کجای کار ایستاده بودند که میان با ضحاک همدست میشن. مردم رو باید دید چه بودند و چه کردند، و کسی که مقابل ضحاک میسته فریدون کیست، کاوه کیست. و این 5-6 مورد رو به نظر من باید تک تک بهش پرداخت تا داستان جمشید شاه روشن بشه. ببینید، دوستان گفتن، آقای آناهید اشاره کردن به این که مردم بدون راهنما نمیتونن کاری بکنن. تو همین داستان هم ما میبینیم. ببینید، اشاره کردن به گاندی. ما 200 میلیون نجس هندی هنوز داریم در هندوستان که از اکثر حقوق محرومند. مردم بدون راهنما توده های بیشکلی هستن که بازیچه قرار میگیرن و باید کمک کرد. مثلا این داستان جمشید شاه گفتم که اسطوره است که همونطور که شما اشاره کردید منطبق است بر روزگار ما. ما از مردم سخن میگیم. ببین، مردمی که در خیابان ها اومدن در سال 57 به میدون، چه مردمی بودن؟
اسلام زده یک آیین غیر ایرانی و علیه شاهی شوریدند که قابل مقایسه با اپوزیسیونش نبود. اپوزیسیون هزار بار عقب مانده تر از شاه بود و هنوز که هنوزه. ببینید گفتم داستان جمشید شاه را اگه ما نیاریم زنده بکنیم، رگ پرخون و اسطوره را اگه به واقعیت پیوند ندیم بحثی نداریم. ولی مسئله اینه که ما امروز 15 خرداد، دیروز 14 خرداد سالمرگ خمینی، امروز 15 خرداد به اصطلاح قیام 15 خرداد، تا حالا شما چند نفر از منور و فکران رو دیدید که به نقد واقعی 15 خرداد بپردازن؟ به عنوان یک جای پای انقلابی شرقی ها نقد کردن که آقا شورش مردم. کدوم شورش مردم؟ یک آخوند مرتجع در مقابل دستورات مترقیانه که محمد رضا شاه داده بود قیام کرد و مردم اومدن تو میدون، چون نمایندگانشون چیزی سرشون نمیشد. به نظر من نمایندگان اونها هم در اون روزگار عقب مانده تر از خود شاه بودن، قابل مقایسه نیستن. البته نمیخوام کلمه عقب مانده رو برای شاه به کار ببرم، ولی این هاست داستان مردم. یعنی من یه مقاله چند تا نوشتم که هندوانه زیر بغل مردم نگذاریم. من خودم یکی از اون مردم بودم با 2 سال خورده سابقه زندانی سیاسی و کتک خورده ساواک و 3 سال فعالیت بیرون در دانشگاه، ولی وقتی خودم رو در سن 23 سالگی نگاه میکنم به عنوان یک نفر از مردمی که تازه سابقه سیاسی داشت، احساس میکنم مضحک سیمای من در روزگار، برای اینکه نمیفهمیدم مفاهیم رو و حاضر نبودم که مقوله 15 خرداد رو بفهمم، مقوله انقلاب سفید رو بفهمم، نقاط مترقبش رو بفهمم. و اینطوری است که در جریان قیام به اصطلاح شورش مردم علیه جمشید شاه، ما نیز باید مردم رو آنالیز بکنیم. این 5 مورد رو من واقعا پیشنهاد میکنم که مردم، ضحاک، فریدون، جمشید شاه روما و بقیه پارامتر موبدان رو، تک تک اینها رو به نظر من مورد بررسی قرار بدیم در ادامه بس، تا روشن بشه که این اسطوره چقدر رگهای زندش پر از خون واقعیت و قابل تطبیق، برای اینکه در همین روزگار نیست، ما هنوز گرفتاریم. ببینید 2-3 میلیون نفر میرن از ایران، هنوز از طبقه کارگر و زحمتکش گل به خودشون میمالن، تو کربلا تو سرکله خودشون میزنن. یعنی این فرهنگ هنوز وجود داره و ما هویت ملیمون هنوز بسیار زخم خورده است و باید کوشش بکنیم که این هویت ملی رو با همین گونه برنامه، با یک چالش قوی فرهنگی واقعا بازسازی بکنیم تا بتونیم در مقابل ضحاک زمانه بایستیم، وگرنه باز هم از چاله به چاه خواهیم افتاد. من فعلا به همین از اتفاق میکنم. آقای یغمایی گرامی، حتما چنین خواهد شد که مورد نظر شماست، چون تمامی داستان‌های شاهنامه به هم گره خوردن، هم از نظر معنایی و هم از نظر هویت و بسیاری موضوعات دیگر. یعنی پای هر داستانی در داستان بعدی است و یک پای هر داستان بعدی در داستان قبلی است و ما همه اینا رو سعی می‌کنیم تا اونجا که در توانمون هست در برنامه‌های ماهانه‌ای که درباره شاهنامه داریم پیش ببریم. خب من آقای از یک دقیقه بیشترم نه 10 ثانیه، 1 دقیقه میتونم سخن بگم؟ بفرمایید. به باور من میخوام گرد بیارم همه سخنان دوستان رو، و اون هم این است که هنگامی که ما دین زده باشیم، دین زدگی به گونه انسان رو از اندیشه دور میکنه، دوچار به سادگی دوچار دروغ زدگی میشیم. یه آمیختی از دین زدگی و دروغ زدگی ما را مردمانی ساخته است که خود ما نیستیم، به راستی خود ما نیستیم. اون خودی که آقای آناهید ازش میگه من میفهمم چون چی میگن، ما اون نیستیم و چون نیستیم هر چی سر ما میتونن در بیاره. کوشش ما باید این باشد که برگردیم به خودمون، سخنی که آقای وفا میگه، سخنی که آقای همه دوستان، آقای میرزا و دیگر، ما برگردیم به خودمون. به این برنامه ها میتواند ما را از دروغ و دین، که دین بزرگترین دروغ کارخانه دروغ ساز است، رهامون کنه. سپاس به شما نازنین. خب در پایان برنامه یک بار دیگه خواهش دارم از آقای محمود میرزایی که چند دقیقه ما رو ببرن در فضای شاهنامه. سپاسگزارم. چشم، آغاز میکنم.
با این نکته که بخش‌های زیبایی شناختی زیبایی شناسی شاهنامه را، چون اینجا ما با هنرمند سراینده زیاد سر و کار داریم، همه شما فرهیختگان در این راستا هستید، به این بخشا هم امیدوارم برسیم بپردازیم که چرا این فردوسی این گونه است و موندنی است و در دل و جان ما شیفتگی می آفرینه. و نقش بزرگ دیو در سراسر شاهنامه و اسطوره ما بسیار متفاوت، بسیار متفاوت در این باره کسانی پژوهش‌هایی کردند و گمانه‌زنی‌هایی کردند، اما خوب است که ما هم در اینجا دیو یک جا ناپاک به کار میبره، یک جا میبینیم که دیوان که خشت و سازه رو میآغازن و و و از این گونه. یکی از بخشهایی است که هم گونه که شما یزدان را اون گونه درباره سخن گفتید، دیو هم در جایگاه برابر او روبروی او هست و جای داره که به اینها هم برسیم بپردازیم. چشم، من آغاز میکنم با این بخش پایانی که اونجایی که دختران جمشید، ارنواز و اون یکی کیست اینها رو میفریبه و با خود میکنه و خوابیدند و خوابی دهشتناک میبینه. تو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سرش برش یزدان چراند. در ایوان شاهی شبی دیریاز، به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان، سه جنگی پدید آمدی ناگهان. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به فر کیان. کمربستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گافسار، که این گافسار گافسر هم میتوند باشه، که همون هم در گمان میکنم باشه. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، نهادی به گردن و برش پالهنگ. به پیچی ضحاک بیدادگر، همی تاختی تا دماوند کوه. کشان و دوان از پس اندر گروه، به پیچی ضحاک بیدادگر، به دریدش از هول گفتی جگر. یکی بانگ برزد به خواب اندرون، که لرزان شد آن خانه صد ستون. بجستند خورشید رویان ز جای، از آن غلغل نامور کرد خدای. چنین گفت ضحاک را ارنواز، که شاها چه بودت نگویی براز. چه خفته به آرام در خانه خیش، بر انسان بترسیدی از جان خیش. زمین 7 کشور به فرمان توست، دد و دام و مردم به پیمان توست. به خورشید رویان جهاندار گفت، که چونی شگفتی بشاید نهفت. که گرمن از این داستان بشنوید، شودتان دل از جان من ناامید. به شاه گرانمایه گفت ارنواز، که بر ما بباید گشادند راز. توانیم کردن مگر چاره‌ای، که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای. سپهبد گشادان نهان از نهفت، همه خواب یک یک به دیشان بگفت. چنین گفت با نامور ماهروی، که مگذار این را ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت به توست، جهان روشن از نام ور بخت توست. تو داری جهان زیر انگشتری، دد و مردم و مرغ و دیو و پری. ز هر کشوری گرد کن مهتران، از اخترشناسان و افسونگران. سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. چو دانست شد چاره سازان زمان، به خیره مترس از بد بدگمان. شه پرمنش را خوش آمد سخن، که آن سرو سیمین برافکند بن. جهان از شب تیره چون پر زاغ، همانگه
سر از کوه بر زد چراغ. تو گفتی که بر گنبد لاجورد بگسترد خورشید یاقوت زرد. سپهبد به هر جا که بی سخندان و بیدار دل بخردی، ز کشور به نزدیک خیش آوری. بگفتان جگر خسته خوابی که دید، نهانی سخن کردشان آش. مانه که یاید به سر، کرا باشد این تاج و تخت و کمر. یعنی این راز با من بباید گشاد، وگر سر به خاری بباید نهاد. لب موبدان خشک و رخساره تر، زبان پر ز گفتار با یکدگر. که گر بودنی بازگوییم راست، به جان از پیکار و جان بی‌بهاست. وگر نشنود بودنی ها درست، بباید که بباید هم‌اکنون ز جان دست شست. سه روز اندر این گفتگوها میکنند و نمیتونن باز گویند، تا اینکه همه موبدان صرف گنده نگون، پر از هول دل دیدگان پر ز خون. از آن نامداران بسیار هوش، یکی بود بینادل و تیزهوش. خردمند و بیدار و زیرک انگتر گشت و ناباک شد، گشاد زبان پیش ضحاک شد. بدو گفت پرده که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. جهاندار پیش از تو بسیار بود، که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد، برفت و جهان دیگری را سپرد. اگر باره آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جای. کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر و بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین و سپهری همایون بود. هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. چون در پرهنر، به سان درختی شود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ماه، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. به بالا شود چون یکی سر به برز، به گردن برآرد ز پولاد گرز. زند بر سرت گرزه گاوسار خار. بدو گفت ضحاک ناپاک دین، چرا بند دم از منش چیست کین؟ دلاور بدو گفت گر بخردی، کسی بی بهانه نسازد بدی. برآید به دست تو هوش پدرش، از آن در گردد پر از کینه سرش. خب این داستان خوابه، چون میبینه که کسی زاده میشه که هنوز زاده نشده و تخت و تاج رو از رو میگیره، آغاز کرد به کشتن مادران آبستن. که من این رو با داستان فرعون، که وقتی که اخترشناسان پیشگویان گفتن که فرزندی میاد در کاخ تو و تو رو کاخ از تو میره با یه تخت و تاج، به کشتن نوزادگان و اونهایی که در شکم بودن پرداخت، که اینجا هم باز این همانندی های اسطوره‌ای باز سرباز میزنه. بسیار خوب، سپاس فراوان. خب البته برنامه بعد ما اتفاقا وارد همین داستانی میشیم که شما بخشی از اون رو محبت کردید، خوندید. از زیبایی های زبان فردوسی و شاهکار او از دیدگاه شعری و هنری سخن گفتید. این موضوع است که واقعا باید مورد توجه و نگاه ما قرار بگیره. در همین داستانی که ما امروز پیرامونش سخن گفتیم، بیت‌هایی وجود داره که براستی آدم لذت میبره از ذهن زیبای فردوسی و تصویرهایی که ارائه میده. من به عنوان پایان بخش برنامه یکی از این بیت‌ها رو میخونم. وقتی که ضحاک خواب میبینه که شما اشاره کردید و نگران میشه، موبدان رو جمع میکنه و
اونها در واقع باش صحبت میکنن و قبل از اون البته زنش میگه جای نگرانی نیست، تو پادشاه بزرگی هستی، اصلا نباید بترسی. میگه جهانی سراسر به فرمان توست، دد و دیو و مردم نگهبان توست، زمین هفت کشور به شاهی تراست، زمین هفت کشور رو تو پادشاهی میکنی. حالا اینجا زیباست، سر ماه تا پشت ماهی تراست، پشت ماهی گرده ماهی سطح دریاست. میگه از نوک سر ماه که بالاترین جایی بوده که به هر حال میدیدن تا گرده دریا تا سطح دریا به فرمان توست. ببین چقدر زیبا گفته، سر ماه تا پشت ماهی تراست، سر ماه تا پشت ماهی شما را باشد در حوزه خرد آگاهی و پیروز باشید. تا برنامه